Vengo andativo hoy, me gusta esta patrulla, están, os pone todo el show, recién para que se lo sí, va a ir a se lo sí, os ve, es que va a subir, iba. Así que va a subir. بدون
اسلحه و بدون کشتن تغییر بود که در آلمان اتفاق افتاد و دو آلمان رو به هم رساند. بنابراین برای جمعنی من برای ارائه دلیل که چرا من باید تغییر و شکوفایی تفاوت قائل میشم این هست. تغییر اگر در زمانی انجام بگیرد که بستری و در تاریخ آن تغییر وجود نداشته باشد، تجربه تاریخی نشون داده که به خرابی منجر خواهد شد. اما تغییری که در بستری انجام بگیرد، این تغییر تا حدودی میتونه ساختار باشه. بستر چنین تغییر برای من دریافت روح زمان است. در چیزی که ما در آلمانی بهش میگیم سایت کاست، این لغت در انگلیسی هم استفاده میشه. روح زمانه بازگردیم به 1979 میلادی. یک برداشت از روح زمانه در آن زمان این بود که آلمان و فرانسه داشتن در واقع راه رو برای اتحادیه اروپا می ساختن. بستری تهیه می کردن که اروپیش که من این شفت به بعد اروپیش اونیون رو وجود بیاد. این بستر در دهه 70 داشت تشکیل می شود. بستر دیگر بستر ایدئولوژی چپ بود. و ایران درست در دام این بستر افتاد. هنگامی که کشورهای اروپایی در پی یافتن راه اتحاد هستند، در ایران دوگماتیک مذهبی و آمیخته شدن اون به مارکسیسم اسلامی به وجود آمد و دیدیم که نتیجه‌اش چه شد. دریافت روح زمان در امروز در ملی‌گرایی است و من فکر می‌کنم احزاب سیاسی با برداشت من نمیخوام بگم درست چون برداشت همه درست هست، ولی با یک برداشت کارآمد میتوانند چنین بستری رو بهش اجازه شکوفایی بدن. من فکر میکنم دوستانی که در انگلیس زندگی میکنن، دوستانی که در آمریکا زندگی میکنن، در آلمان زندگی میکنن، در سانیامی زندگی میکنن، از 2015 به این سو شاهد قدرتمند شدن احزاب راست سیاسی هست. اگر که نگاه بکنید به گفتمان ملی‌گرایی در اروپا، این گفتمان دارای یک تاریخ ننگین و خونباری است. ما چنین تاریخی رو در ایران نداریم. یعنی ملی‌گرایی در ایران با توجه به تاریخ کشور یک بستری بوده است برای اتحاد در اونها و این خوان بسیار مثبتی هست برای که بتونیم از ملی‌گرایی در فرم در برگیرنده حساب هستیم. اگر که به تاریخ مشروع ایران نگاه بکنید، نه به تاریخ چه دور هم چون یه سری داده های تاریخی رو باید بخونم نگاه بکنم رو یاد داشتم، چنین بستری برای مطرح کردن یک اصل مهم و به هم پیوندنده، حتی اول اگر بخواهیم بر اساس داده‌های تاریخی قضاوت بکنیم، از اکتبر 2004 در حزب مشروطه ایران تشکیل شد. برنامه کنگره پنجم در دوستان شاید روشن باشد. برنامه کنگره همبستگی ملی. گام دوم در کنگره ششم، کنگره یگانگی ملی. نوامبر 2006 کنفرانس یک کشور یک ملت نوامبر 2007 و در پایان کنفرانس هویت ملی اکتبر 2017 که در خدمت آخر است. اگر که به این چهار عنوان اجازه بدید من یک بار دیگه تکرار کنگره همبستگی ملی، کنگره یگانگی ملی، کنفرانس یک کشور یک ملت، کنفرانس هویت ملی. نقطه مشترک این
4 جلسه فقط ملی‌گرایی ایرانست. حفظ کشور، حفظ میراث کشور و انتقال آن به نسل‌های آینده همان گونه که نیاکان ما این کشور را به خود رسوند. پس اگر قرار باشد در مورد تغییر بخوام صحبت کنیم و این تغییر رو اونطوری که در چشم‌انداز من هست در مفهوم شکوفایی یا اگه میخواید لغت فرهنگیش رو استفاده بکنید ترانسفورمیشن در این چارچوب بخواید بهش نگاه کنیم، این تحول و شکوفایی احتیاج به یک بستر و این بستر در حزب مشروع ایران وجود داره و من امیدوارم که دوستان و همراهان و هموندان حزبی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و در آمریکا زندگی میکنن با توجه به روح زمانه در چارچوب اندیشه ناسیونالیسم تصمیم بگیرن و در این کنگره ناسیونالیسم ایرانی رو تعریف کنن که ما منظورمون از این واژه چی هست و در چه در چارچوب چه سیاستی با این واژه برخورد میکنیم و چرا ملی‌گرایی ایرانی شاید مهمترین و در این شرایط و در اول در شرایط جمهوری اسلامی روز هست، چرا ملی‌گرایی ایرانی شاید بهترین سلاح مبارزه صرف در برابر جمهوری اسلامی است. سپاسگزارم.